به 60 دقیقه خوش آمدید. سرخط خبرها. خودروهایی که خریده شدند اما به دست صاحبانشان نرسیدند. آیا بحران خودروسازی در ایران راه حلی دارد؟ در ادامه برنامه، انتقاد دادستان کل ایران از اجرای ناکافی حدود شرعی. محمد جعفر منتظری میگوید قضات میترسند در مجامع بین‌المللی محاکمه شوند. رأی‌گیری در پارلمان بریتانیا برای تعیین تکلیف دولت ترزا می. نخست وزیر هشدار داده تغییر دولت خلاف منافع ملی است. یه مدت که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. 40 سال پس از خروج محمد رضا شاه پهلوی از ایران، پایان یک ماموریت در وطن و آغاز دورانی جدید در تاریخ ایران. The Ayatollah's supporters are now fully armed and each new cache of arms the demonstrators capture is brought here to the Ayatollah's headquarters. سلام، شبتون بخیر. نگین شیراقایی هستم. سلام، من رنا رحیم‌پور هستم. مشکلات صنعت خودرو در ایران سر دراز دارد. از مافیای خودرو تا کیفیت پایینشان همیشه بحث‌های جنجالی درباره خودروسازی در ایران زیاد بوده. اما آنچه که امسال به کوه مشکلات اضافه شده، تحویل ندادن خودروهای پیش‌فروش شده است. سایپا و ایران خودرو حدود 300 هزار خودرو معوقه دارند. حالا هم که به تحویل‌های شهریور ماه گفتن که بیایید خودرو تحویل بگیرید، قیمت‌ها آنچنان بالا رفته که خیلی از خریداران می‌گویند توان پرداخت ما به او تفاوت رو ندارند. معترضان امروز بار دیگر در مقابل وزارت صنعت و تجارت تجمع کردند. فیروزه اکبریان در گزارشش از این معترضان می‌گوید و خواسته هایشان. بعد از آن تلاش خواهیم کرد به این سوال جواب دهیم که آیا راهی بهتر وجود نداشت تا هم حق مصرف کننده حفظ شود و هم صنعت خودروسازی در ایران سرپا بماند. اول گزارش فیروزه رو با هم ببینیم. کسانی که میگویند با وجود ثبت نام هنوز چیزی دستشان را نگرفته. امروز مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت. معترضان میگویند که خودروسازها زیر قولشان زدند. خرداد همین امسال 97 ثبت نام کردیم و اونایی که بعد از 5 هستن، یعنی از 1-6 تا به کمین برج 10 1-10 30% محاسبه میشه که بعد اونم کردن مشمول و غیر مشمولش. به چه صورت غیر مشمولش میشد خودروهای بالاتر از 45 تومن، مشمولش میشد زیر 45 تومن. که اونایی که غیر مشمول هست دیگه اون باز در اختیار خود خودروسازه. ایران خودرو هم هلوش 70 تومن 70 و خورده ای فکر کنم 500 تومن 600 تومن حالا 70 تومن تعیین کرد. یعنی ماشینی رو که 47 تومن باید به ما میدادن کردنش 70 میلیون. خریداران پیشتر هم چند باری تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند، اما فعلا آش همان است و کاسه همان. بحران مربوط به خودروهای پیش فروش شده از تابستان گذشته شروع شد، زمانی که در سایه بازگشت تحریم‌های آمریکا نرخ ارز شروع به اوج گرفتن کرد. همزمان با بازگشت تحریم صنایع خودروسازی ایران، شرکت‌های بزرگ بین‌المللی مثل رنوی فرانسه عطای حضور در ایران را به لقایش بخشیدند. اما این تمام ماجرا نبود. نبض تولید خودروهای پرفروش داخلی هم با بازگشت تحریم‌ها به شماره افتاد. چگونگی تامین قطعات و مراودات مالی با دنیای خارج حالا مانع بزرگ پیش پای آنها بود. به علت مشکل مالی که برای خودروسازا به وجود اومده و با قیمت کمتر اجبار شدن که به بازار بفروشن، فقط در 6 ماه امسال 5500 میلیارد تومان اینا همه شرکت‌های بورسی هستن فقط زیان داشتن. خب اینا دیگه در آن آب میشن و دیگه چیزی براشون باقی نمیمونه. همه اما با آقای نجفی منش در زمینه علل بحران در صنعت خودرو موافق نیستند. خودروسازا میگن ما 1 میلیون شغل مستقیم از خودرو داریم. آه. یعنی به ازای ساخت هر خودرو در سال یک کارگر میانگین حقوقش 3 میلیون تومان باشه، با اضافه کار پاداشش در سال میشه 5 میلیون تومان.
خب وقتی ما برای یک خودرو فقط حقوق کارگر 5 میلیون تومان میدیم، این سوء مدیریته. اینی که باید مردم تاوانشو بدن، طبیعیه که زیان ده باشین. امروز و همزمان با تجمع اعتراضی، یک عضو هیئت رئیسه مجلس هم در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت توپ را به زمین شرکت‌های خودروسازی انداخت. زد و بند بسیاری در پیش فروش خودروها وجود دارد، چرا که خودروسازان خودرو را پیش فروش می کنند اما به وعده خود عمل نکرده و در موعد مقرر خودرو را تحویل نمی دهند. در همین حال مهدی مقدسی نائب رئیس کمیسیون حمایت از قطعه سازان مجلس 4 روز پیش گفت مجلس به دولت تا بهمن ماه فرصت داده که مشکلات صنعت خودرو را حل کند. بحران موجود دو سر دارد با دو حکایت. خودروسازانی که میگویند مواد و قطعات لازم کافی ندارند تا خودرو بسازند و تحویل دهند و گزارش هایی که میگویند شرکت ها خودروهایشان را انبار میکنند تا قیمت بالا برود. به نظر میرسد فعلا دود این وضعیت به چشم مشتریانی میرود که شرکت ها و مسئولان را به یک اندازه مقصر میبینند. فیروزه اکبریان، بی بی سی. مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل از تهران همراه ماست. آقای مهاجر، بگذارید از بخش معوقه ها شروع بکنیم. مشکل خودروساز چیه که انقدر معوقه داره؟ ببینید، ما در صنعت خودرو با یه مشکل معمایی روبرو هستیم. همه حرفایی که شما میشنوید از تولید کنندگان و خریداران و یا محافل دیگر به نظر منطقی میاد. در صنعت خودرو ما یه بخش دولتی داریم، یه بخش خصوصی. اون قسمتی که دولتی است خودروساز هست، اون قسمتی که خصوصی است بخش خصوصی است قطعات خودرو رو می‌سازه. بنابراین وقتی ما به این معمایی نگاه کنیم، متوجه میشیم که همه میتونن حرف منطقی بزنن ولی هیچ راهکاری نتونن پیدا بکنن که ما از مشکل این معوقه‌ها و اصلا خودرو خرید فروش خود موضوع اینه که تحریم به هر حال تاثیر گذاشت رو میزان خودرو. اینکه قطعات رو نمیتونستن وارد بکنن دردسرساز شد. الان این مشکل حل شده. فقط این نبود که قطعات نمیتونن وارد کنن، قطع سازها هم مواد اولیه خودشون نمیتونن وارد کنن، قطع سازها هم نمیتونن تعهدات خودشون عملی بکنن، به خاطر اینکه قراردادها بر اساس دلارهای کمتر بسته شده بود و الان دلار که 3 برابر شده، قطع ساز دیگه نمیتونه با اون قیمت ها اون قراردادها رو اجرا کنه، طبعا متوقف میشه و هیچ تقصیری هم نداره و مجبوری که کارگراش رو بیرون بکنه. من فکر میکنم که بخش بزرگی از قطع سازا مجبور شدن که به ناچار کارکنان خودشون بیرون کنن، کمتر کنن. الان دیگه با اون ظرفیت ها هم نمیتونن، حتی اگر تقاضایی باشه برای خرید قطعه بتونن جواب صنایع خودروسازی بدن. ما مشکلمون این هستش که اون خودروهایی که ما ساخت داخلشون خیلی بیشتر هست، خیلی خیلی کمتر وابسته بودن، حتی اونها را هم صنایع خودروسازی در یک سال گذشته نتونستن تحویل بدن به خاطر اینکه قطعات مثلا ECU یا ایربگ نداشتن و اینا نتونستن به موقع تحویل بدن. یعنی به تعویق افتادن تحویل خودروها هم توضیح منطقی داره. منتها خریدارا میان در خیابون یا جلوی وزارت کار یا وزارت صنعت حرفای خودشون میزنن. خودروسازان به خاطر اینکه دولتی هستن نمیتونن خیلی راحت صحبت کنن، همش در داخل سال اتاقهای دربسته صحبت میکنن. میبینیم که 6 ماه بیشتر طول کشید که دولت تصمیم بگیره که قیمت خودرو رو تعیین بکنه، به خاطر اینکه بدون تعیین قیمت خودرو اصلا صنعت خودرو نمیتونست محصولات خودش رو بفروشه و اینکه نتونست عرضه کنه، حتی اگه حاضرم بود ماشین‌هاش نمیتونست بده به خاطر اینکه در بیرون قیمت خودرو 2 برابر شده بود. خب اما نکته اینه که شما به مشکلاتی اشاره میکنین که به نظر نمیاد حل شده باشن، پس چرا الان خودروساز داره پیش فروش میکنه؟ ببین، پیش فروش به خاطر این بود که خود صنعت خودرو هم در تحت فشار قرار گرفت. یعنی صنعت خودرو هم خودش نمیتونه خودش رأساً تصمیم بگیره، فشار آوردن که پیش فروش کنه به خاطر اینکه در بیرون وقتی پول زیادی هست که ریخته میشه به بازار و قیمت خودرو بالا میره، برای اینکه بخشی از این نقدینگی جذب کنه، یکی از راهکاراش این بود که خودرو صنعت خودرو 1/4 محصول خودش رو پیش فروش کنه که کرد، ولی تولیدش با اون سرعت انجام نگرفت. یعنی در حقیقت الان با 30% ظرفیتش داره کار میکنه. حتی اگر قطعات ماشین ها رو برسه و بتونه به تو کامل بده، این نیمی از تقاضای بیرون هم نیست. خب با این حساب چیزی که تعریف میکنه اینه که به هر حال مصرف کننده دودش به چشم اون میره.
ببینید مصرف کننده دودش به چشم میاد در همه بخش ها اینجوری هست. وقتی شما دلار 3 برابر یا 4 برابر قیمت بشه، هر چیزی که بدیونی به نوعی به خارج وابسته است قیمتش میره بالا. مصرف کننده باید بریم، ما دودی نیست در حقیقت، یک چیز خیلی واقعی هست، ما در همه جای اقتصادمون الان احساس میکنیم. مگر اینکه دولت وارد عمل بشه و بتونه بیاره پایین. شما میدین که دلار قیمتش تا 19000 تومان رفته بود، الان آوردن تو مثلا زیر 10000 تومان، در جاهای یه نوعی تثبیت کردن. اگر بتونن بیشتر بیارن پایین، طبعا اثرش هم بیشتر خواهد شد. بنابراین در حقیقت کسی نمیخواد که مصرف کننده پول بیشتری بده، اجبار باعث میشه که قیمت خودرو بالا بره و اونها تحت فشار قرار بگیرن. در حال یه راهکارهای جدیدی باید جستجو بشه. دقیقا نکته همینه، اجباری که ازش حرف میزنیم بر شانه دولتیه که این اقتصاد رو به هر حال مردمی که در اون کشور زندگی میکنن انتظار دارن بتونه اداره بکنه. شما میگید که برای مثلا کاهش نقدینگی فشار میاره به خودروساز دولت که شما بیاین پول مردم رو بگیرید، ولی وقتی خودروساز میدونه نمیتونه تحویل بده، در چنین شرایطی چه راه حلی وجود داره اصلا؟ من فکر می‌کنم که دولت هم پیش بینی نمی‌کرد که تحریم‌ها تا این وسعت انجام بگیره که حتی قطعات صادره هم ایران خودرو و سایپا یا شرکت صنایع دیگه نتونن از چین وارد کنن، یعنی نتونن تحریم‌ها رو دور بزنن. این ظاهرا در بخش صنعت خودروسازی جوری تحریم پیاده شده که حتی صنایع چین هم نمیتونه های خودشونو حتی برای ماشین های چینی برسونن، و الان سیستم پرداخت ها هم بین حتی ایران و چین هم در شکلی نیست که بتونن با اطمینان این کار بکنن. بنابراین ما واقعا در صنعت خودرو خیلی دچار مشکل هستیم. اگه این فشارهایی که در خیابون اتفاق میفته در جاهای دیگه وارد بشه و صنعت نتونه پاسخگو باشه، طبعا صنعت خودرو کوچیک خواهد شد و کوچیک شدن صنعت خودرو بی نهایت برای اقتصاد ایران خطرناکه. سپاسگزارم از فرصتی که ما دادید. مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل، همراه ما. 60 دقیقه رو با چند خبر کوتاه ادامه میدیم. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از ایران خواسته اند تا به نازنین زاغری ردکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی، و نرگس محمدی اجازه درمان فوری دهد. درخواست این کارشناسان بعد از اعتصاب قضایی این دو زندانی مطرح شده. به گفته این کارشناسان، این دو نفر مشکلات جدی جسمی دارند و به پزشک نیاز فوری. شوهر نازنین زاغری گفته او یک غده در سینه‌اش مشاهده کرده و از سوزش پا رنج می‌برد. دادستان تهران پرونده تخلفات بانک سرمایه را نمونه ای از یک فساد کامل توصیف کرده. عباس جعفری دولت آبادی میگوید در این پرونده 30 نفر از مدیران بانک سرمایه تحت تعقیبند. وکیل تسخیری پرویز کاظمی، رئیس پیشین هیئت مدیره بانک سرمایه، هم میگوید دلایل متهمان قابل توجیه نیست. علی بخشایش، مدیر عامل پیشین بانک، پرویز کاظمی، وزیر رفاه دولت محمود احمدی نژاد و محمد رضا توسلی از دیگر مدیران بانک سرمایه از متهمان اصلی این پرونده. مذاکرات دولت یمن با شورشیان حوثی درباره تبادل زندانیان دو طرف در اردن آغاز شده. یک ماه قبل دو طرف در مذاکراتی که در سوئد برگزار شد به توافقی مقدماتی دست یافتند. جلسه امروز به چگونگی انجام این توافق اختصاص دارد. شورای امنیت سازمان ملل به زودی جلسه تشکیل می‌دهد تا درباره گسترش نظارت‌های این سازمان در بندر هدیده تصمیم بگیرد. حمله انتحاری در منبج در شمال سوریه جان چند نفر از نیروهای آمریکایی و چند غیر نظامی را گرفت. داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، این خبر را تایید کرده و گفته که 20 نفر در این حمله کشته شدند که 5 نفر از آنها نیروهای آمریکایی بودند. خبرگزاری رویترز همین خبر را تایید کرده. دادستان کل ایران از اجرا نشدن بعضی از حدود الهی در ایران ابراز تأسف کرده و گفته بعضی از قضات از ترس محکوم شدن در مجامع بین‌المللی از اجرای حد دست می‌کشند. فرین آسمی گزارش می‌دهد. شریفه از سارق و سارق مال زمان پیغمبر نبوده. محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، می‌گوید برخی قضات به اندازه کافی در اجرای حد جدی نیستند. یک دوز در حد قطع دست داره فساد میکنه. یک قارتگر بیت المال در حد افساد داره فساد میکنه که مجازات او اعدامه. هیچ شکی درش نیست. دادستان کل کشور همچنین گفت شرط قطع دست تعدد سرقت نیست، بلکه شروط 13 گانه است که قاضی باید مشخص کند. او حتی گفت که مخالف زندانی کردن سارقان و در عوض موافق اجرای حد است. چون زندانی کردن، اولا اینکه
یا آثار و تبعات سویی دارد برای خود زندانی و برای خانواده زندانی و بعد هم آمار زندانیان رو بالا بردن به هیچ وجه مستحق نیست و من فکر میکنم این منطقی نباشد که ما تصور کنیم که سارق رو با زندانی کردن میتوانیم از ارتکاب جرم سرقت باز بداریم. مدافعان حقوق بشر معتقدند اجرای حکم‌هایی مانند قطع دست یا اعدام از میزان جرایم در ایران نکست است. موضوعی که حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم در برنامه تلویزیونی به آن اشاره کرده بود. ما آمدیم مطالعه کردیم که آیا کسانی که اعدام شده اند خانواده های اونها و فرزندان اونها هراسیدن و نرفتن به طرف قاچاق یا رفتن؟ اینا وقتی ما اعدام کردیم فرزندانش هیچ کس استخدام نکرد، پولم نداشتن، رفتن یا داعشی شدن یا رفتن تو مواد مخدر. اونهایی که عفو شدن برعکس اونها رها کردن. با وجود اینکه فشارهای بین‌المللی از اجرای برخی احکام حد کاسته، دادستان کل کشور میگوید ایران در مورد اجرای مجازاتها به هیچ وجه عقب نخواهد نشست. در میان دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی کم نیستند کسانی که معتقدند حد باید حتما اجرا شود. یکی از این افراد رئیس دادگستری خراسان رضوی است که سال گذشته به دنبال انتقادها از قطع دست یک دوست در مشهد از این کار دفاع کرد. غارتگری که این فرد انجام داده زندگی حداقل 26-27 خانوار را به خاطر انداخته، تهدید کرده، اموالشون رو غارت برده. این نباید دستش قطع بشه. حد بخشی از قوانین کیفری اسلام است. در ماده 13 قانون مجازات اسلامی، حد مجازاتی تعریف شده که نوع و میزان کیفیت آن در شرع تعیین شده است. وضعیت حقوق بشر در ایران همواره مورد انتقاد مجامع بین‌المللی حقوق بشری بوده و بارها قطعنامه‌های علیه این کشور در سازمان ملل صادر شده. سال گذشته ایران قانونی تصویب کرد که شرایط قانونی برای صدور مجازات اعدام درباره جرایم مواد مخدر را محدود کرد، اما ایران همچنان در فهرست کشورهایی است که آمار اعدام نسبت به جمعیتش در آن بالاست. فرین آسمی، بی بی سی. حسن فرشتیان، پژوهشگر علوم دینی از پاریس با ماست. آقای فرشتیان، احکام اسلام چقدر متکی به زمان و مکانه؟ باعث سلام. ببینید، احکام اسلام بر دو گونه است. یکی احکامی که ثابت و دائمی است، اینها ربطی به فرهنگ زمان نزول اسلام نداره. اینها احکامی است دائمی از قبیل اینکه سرقت امر ناشایستی است. این خود اصل سرقت ناشایست است و اصل اینکه سارق باید مجازاتی بشه، اینها از احکام غیر تغییرپذیر و لایتغیر اسلام هستند. اما نوع دوم از احکام اسلام هست که اینها احکام بیشتر میشه میتوان گفت در اصطلاح فقهی به این احکام گفته میشه احکام امضایی، یعنی احکامی که در اون زمان بر مبنای فرهنگ اون مردم وجود داشته و پیامبر اسلام همون فرهنگ رو تعدیل کردند یا با نحوی اون فرهنگ رو تأیید کردند در برای همون زمان. این احکام فقط به درد همون زمان میخوره، یعنی برای فرهنگ اون زمان و برای فرهنگ اون مردم. نمونه اون مجازات سارقینه. مجازات سارقین در اون زمان چه بسا با مسئله اینکه زندان وجود نداشت شاید اون راه حلی بود، یا در برخی از مجازات های دیگه. اما در هر زمانی این مجازات ها تغییر پیدا میکنه. در همه دنیا همین گونه است. همین سرقت در اروپا، در غرب، در همه جا امر ممنوعی بوده، اما نوع مجازات اون با زمان تغییر پیدا کرده. گاهی عرض کنم بدهکاران مثلا مجازات بدنی میشدن، مسائل مالی، اما بعدها تغییر پیدا کرده. اون بخش دوم احکام دقیقاً مربوط به اون زمان میشه که در زمان ما طبیعتاً قابل اجرا نیست و اصلاً با فرهنگ زمان ما نمیخونه و ما طبیعتاً در این زمان یک دستاوردهای دیگری داره که ما حتی به عنوان مسلمان موظفیم از این دستاوردهای فرهنگ و تمدن بشری استفاده کنیم. بله. برای اجرای اون اصلی که لایتغیره. خب با این اوصاف که شما میفرمایید که به هر حال بعضی از این احکام قابل تغییره، چرا مقام های قوه قضاییه ایران ناراحتن از اینکه بعضی از این احکام اجرا نمیشه؟ من فکر میکنم اصل نظام به این جنبندی رسیده که این احکام نباید اجرا بشه. یعنی حتی در چندین سال قبل بخشنامه هایی صادر شد که احکامی مثل رجم حتی المقدور اجرا نشه در شرایطی که نامناسب هست و واکنش بدی داره. اما مطلبی که دادستان کل کشور گفتند به نظر من
کاملا در راستای مطالب آیت الله خمینی است، یعنی امر جدیدی نیست. این ادعایی بود که آیت الله خمینی برای برقراری حکومت اسلامی میکرد. اما چرا اکنون مخصوصا در آستانه دهه فجر و 40مین سالگرد انقلاب داستان کل کشور چنین مطلبی رو میگه؟ من فکر میکنم دو تا دلیل داره. دلیل اول اونه که چون مطلع هستند که نهادهای حقوق بشر، سازمانهای بین المللی اتهامهای شدیدی رو به ایران وارد میکنند و اینها در حال نقد و بررسی این اتهامات هستند و لایحه‌های امروزا صادر میشه، میخوان جلوی این رو بگیرند که بگند اگر در ایران دزدی هست به دلیل اینه که دیگران نمیگذارن. این دلیل اول. و دلیل دوم فکر میکنم در آستانه 40مین سالگرد انقلاب به دلیل اینکه آیت الله خمینی قبل از انقلاب ایشون میگفتن این احکام باید اجرا بشه، ما اگر این احکام رو اجرا کنیم سرقت برمیافتد، و حتی ایشون گفته بودن اگر دو سه ساعت این رادیو تلویزیون رو در اختیار رادیو رو در اختیار ما قرار بدید همه دنیا میفهمند که این احکام قابل اجراست و به این احکام توجه پیدا میکنن. اکنون در برابر دستاورد منفی این 40 ساله ناچارن بهانه‌ای پیدا کنند و عدم اجرای این احکام رو، وجود سرقت رو به این بگذارند که شرایط و نهادهای حقوق بشری نمیذارند ما این احکام رو اجرا کنیم. آقای فرشتیان عزیز، شما آیا قوه قضاییه ایران و حکومت ایران به این نچرس که بعضی از این حدود رو نباید اجرا بکنن چون فضاته بده، یا اینکه فکر میکنین فشار مجامع و عمومی و بین المللی باعث شده که اینها دست از اجرای بعضی از این حدود شرعی بکشن؟ دقیقاً نکته فشارهای مجامع و نکته دوم تجربه 40 ساله جمهوری اسلامی است. به هر حال یعنی فهم کنین ترکیبی از هر دوه. بله، چون شعارهایی که قبل از انقلاب میدادن 40 سال تجربه کردن و خود اینها هم به حکومت رسیدن متوجه ضعف‌های اون شدن و متوجه شدن که امروز اون قابلیت اجرا رو نداره. بله، خیلی کوتاه رابطه احکام اسلام و حقوق بشر رو چطور میبینید؟ اصلا ارتباطی میبینید بین این دو؟ من فکر میکنم مسائل حقوق بشر مسائلی است جهانی و فراشمولی و ما میتوانیم خانشی از اسلام رو داشته باشیم، برخلاف خانشی که آیت الله خمینی و مسئولان جمهوری اسلامی دارند که بتوانیم با این خانش مسائل حقوق بشر رو رعایت کنیم. اگر در قرآن صحبت قطع دست دزد هست، اون رو بگذاریم برای همون زمان خود و ما امروز به گونه دیگر دست دزدان رو از سرقت قطع کنیم، نه اینکه دست اونها رو قطع کنیم. یعنی این به نظر من قابلیت انطباق رو داره، هرچند دو مقوله جدایی هستند. حقوق بشر امری است که خرد بشری به اون رسیده و ما طبیعتاً با این خرد بشری می توانیم ضمن این که به اسلام وفادار میمونیم این حقوق بشر و اصول فراج شمولی و جهان شمولی رو رعایت کنیم. متشکرم از شما حسن فرشتیان، پژوهشگر علوم دینی از پاریس با ما. و اما به مناسبت 40 سالگی خروج محمد رضا شاه پهلوی از ایران، بی بی سی فارسی ویژه برنامه‌ای تهیه کرده. بریم در بخش دیگری از استودیو با نگین. همونطور که رعنا هم گفت، امشب در 60 دقیقه بی بی سی فارسی به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب 57 بخش ویژه برنامه‌هاش را آغاز کرده و امشب به مناسبت 40 سال پس از خروج محمد رضا شاه پهلوی از ایران قراره که این موضوع رو بررسی بکنیم. اونطور که اطرافیان محمد رضا شاه پهلوی در خاطراتشون میگن، صبح 26 دی ماه 1357 برای شاه ایران در اون زمان یک روز معمولی بود. به دفترش رفت، عده‌ای رو پذیرفت و حوالی ظهر بود که همراه با ملکه پیشین ایران عازم فرودگاه نیمه تعطیل مهرآباد تهران شد. علی همدانی با کنکاش در آرشیف‌های مختلف نگاهی انداخته به اون روز از زبان شاهدانش. در این گزارش تصاویری از آرشیو بی بی سی می‌بینید که در 40 سال گذشته پخش نشده. آخرین بامداد در کاخ نیاوران در تهران، آخرین شهبانوی ایران کتاب خاطراتش را با تصویری از همان روز آغاز می‌کند و می‌نویسد: هر بار که صبح 26 دی 1357 را به یاد می‌آورم، اندوه عمیق و بی‌پایان قلبم را می‌فشارد. آن روز تهران در سکوتی دلهره آور فرو رفته بود.
از روزی که بنا به رفتن شده بود، آنطور که فرای پهلوی میگوید، او به تنها چیزی که فکر میکرد جمع کردن این تصاویر و عکس‌های خانوادگی بود و نه چیز دیگر. خبرنگار بی بی سی بلافاصله بعد از خروج شاه و شهبانو فرح اجازه یافت تا به کاخ نیاوران برود تا در کنار سایر خبرنگاران بین‌المللی ببیند و این تصاویر را ثبت کند که برخلاف به گفته فرح پهلوی بداندیشی انقلابیون طرفدارای آیت الله خمینی، کاخ دست نخورده باقی مانده. اشیای گرانبهای کاخ ها سر جایشان مانده. شاه و شهبانو فرح چیزی از کاخ با خود نبردند. از کارمندان کاخ خواسته شده که آن را تا زمان بازگشت زوج سلطنتی نگهداری کنند. روزی که می رفتیم، یعنی صبحش، بیشتر یادمه که همه آمده بودن، کسایی که کار میکردن در کاخ، از خدمتکاران یا افسران یا خانمایی که کار میکردن، خیلی گریه میکردن که نرین بمونیم. ما همش میگفتیم و امیدم داشتیم که فکر نکنه اینجوری نمیمونه روزگار و برمیگردیم. میگم موقعی که آدم مملکتش و مردمش و هموطنانش و همه زندگیش رو میذاره، اصلا چیزای مادی دیگه ارزش رو از دست میده. ولی یادم فرناز تلفن کرده بود، گفتم چی میخوای برات بیارم؟ و پوستر ستار بود تو اتاقش بود و عکس تیم فوتبال ایران. دو هلیکوپتر جدا شاه و شهبانو را به فرودگاه مهرآباد میبرد که موج اعتصابات در امانش نگذاشته بود. همزمان در پارلمان کابینه دکتر شاپور بختیار به رأی اعتماد گذاشته شده. امکان ارتباط میان فرودگاه و مجلس به دلیل اعتصاب کارمندان شرکت مخابرات وجود نداشت. شاه میگفت نمیرود تا تکلیف کابینه روشن شود و همزمان این گفتگو را با رادیو تهران انجام داد. یه مدتی که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. زمانم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد. شاپور بختیار بعد از کسب رأی اعتماد به فرودگاه پرواز کرد تا شاه را در کنار سران ارتش شاهنشاهی بدرقه کند. در تصاویر دکتر بختیار پشت سر شاه راه می رود و اشک می ریزد. گرچه هم شاه و هم شاپور بختیار آخرین نخست وزیر دولت شاهنشاهی ایران به بازگشتش امید داشتند. نشان به نشان این آخرین گفتگوی بختیار در تهران با خبرنگار بی بی سی. قطعاً کار مشکلی در پیش دارم. برای همین قبول کردم. ایران به یک نظام پادشاهی مشروطه و قانونمند نیاز دارد. هواپیمای اختصاصی خانواده سلطنتی شاهین را خود شاه تا خروج از ایران خلبانی کرد. و این واکنش آیت الله خمینی همان روز در پاریس، در حالی که لبخند می‌زد اما از بدرقه شاه توسط ارتشی‌ها خوشحال نبود. ما از نظامی ها هیچ خوفی نداریم. اونهایی که به ملت ایران خیانت می کنند باید کنار بروند و ما در تصمیم خودمون باقی هستیم و ملت ایران باید در تصمیم خودش باقی باشد. با انتشار خبر خروج شاه و شهبانو فرح ما در شهر بوقایی بود. هواپیما راهی مصر شد، جایی که انور سادات رئیس جمهوری این کشور منتظر پذیرایی از دوست قدیمی خود شاه بود. گرچه قرار بود محمد رضا شاه بعد از توقفی کوتاه در مصر به آمریکا برود، اما دولت جیمی کارتر قرار را عوض کرد و سرنوشت آخرین پادشاه ایران جور دیگری رقم خورد. سفری که شاه به بازگشتش فکر می‌کرد برای او در غربت به پایان رسید. اما شهبانو فرح میگوید امید را از دست نداده. او هنوز به روزی فکر می‌کند که به وطنش بازگردد. علی همدانی، بی بی سی. برای بررسی این موضوع شاید بهترین فردی که میشه سراغش رفت عباس میلانی، مورخ انقلاب ایران و نویسنده کتاب شاه، که دسترسی ویژه‌ای به مکاتبات شخصی شاه داشته. آقای میلانی از پالو آلتو همراه ما هستند در آمریکا. آقای میلانی، اگر برگردیم به اون زمان، بر اساس اسنادی که شما مطالعه کردین، چرا شاه تصمیم گرفت خارج بشه از ایران در اون روز؟ من فکر میکنم ترکیبی از عوامل داخلی، خارجی و مزاجی بود. در واقع شاه احساس میکرد، یعنی از اواخر نوامبر 1978 احساسش این بود که آمریکا و انگلیس دیگه فکر میکنن میتونه در ایران بمونه و به همین خاطر
به لحاظ اینکه فکر کرد اگر اونها بخوان از ایران بره موندنش دشوار خواهد بود، به رغم پیشنهاد بعضی از همراهانش که بمونه و مبارزه بکنه، تصمیم بگیره که بره. این تصمیمی که شرایط داخلی رو هم هر روز بدتر میدید، وقتی که اعتصاب‌ها گسترده تر شد کاملا احساس میکنه، به سفیر آمریکا میگه که ادامه وضع براش دشوار خواهد بود. و بالاخره این که وضع خودش، وضع مزاجی خودش خراب بود، بیمار بود، میدونیم که سرطان داشت، میدونیم که دوا میخورد، و علاوه بر همه اینها به گمان من یک دلگیری هم پیدا کرده بود، یک حالت قهر داشت. به گمان من شاه فکر میکرد که برای ایران تغییرات عظیمی ایجاد کرده و فکر نمیکرد که این همه مخالفت با او در جامعه ناگهان بروز بکنه و به حالت نیمه قهر به گمان من از ایران رفت. اگر کمی عمیقی تر بخوایم به یکی دو تا از این مواردی که اشاره کردین نگاه بکنیم، شاید اول بد نباشه به این بگیم که چرا فکر میکرد آمریکا و انگلیس دیگه او رو نمیخوان، چه گرفته بود و شنیده بود از اونها؟ آشکارا در دیدارهایی که با سفیر آمریکا و سفیر انگلیس میکنه هر روز احساسش این هست که اونها نگرانتر هستن. وقتی که به خصوص با سالیوان ملاقات میکنه، احساس شاه این است که سالیوان به صراحت داره بهش میگه که هر چه زودتر باید از ایران بری. خود شاه در خاطراتش میگه که در یکی از دیدارهام سالیوان هی به ساعتش نگاه میکرد، انگار میخواد به من بگه که ساعت خروج شما هر چه بیشتر نزدیک میشه. وقتی که با دکتر صدیقی ملاقات میکنه که به گمان من آخرین شانس شاه برای موندن در ایران دولت صدیقی بود، وقتی با صدیقی ملاقات میکنه و صدیقی شرط پذیرفتن نخست وزیری رو موندن شاه در ایران قرار میده، شاه میگه خب آمریکایی ها میخوان من برن، آمریکا و انگلیس میخوان من برم، و صدیقی میگه که آمریکایی ها غلط میکنن در امور داخل ایران دخالت بکنن، به اونها چه مربوطه. و با این حال چون احساس میکرد که آمریکا و انگلیس به جد میخوان که بره، و این از اکتبر و نوامبر، میدونم خیلی ها فکر میکنن که آمریکا و انگلیس از مثلا چندین ماه قبل بناشون به خروج شاه بود، ولی اسناد نشون میده که تا نوامبر هر دو کشور سعی میکردن که شاه رو نگه دارن، ولی بعد از اون هر دو کشور سعی میکنن که شاه از ایران خارج بشه، و آمریکا به خصوص بعد از اینکه این تصمیم رو میگیره وارد مذاکرات مستقیم با آیت الله خمینی و طرفدارانش در ایران میشه و فشار فراوانی بر ارتش میاره برای اینکه ارتش کودتایی به نفع شاه نکنه و در واقع تسلیم رژیم آینده به رهبری آیت الله خمینی بشه. پس در حقیقت با اگر جمع‌بندی بکنم حرفای شما رو، به نظر میاد میدونست که بدون برگشت رفتنش. من فکر میکنم قطعا میدونست خودش که بدون برگشت. میدونیم که ترتیب خروج اموالش رو از ایران داده بود از چند هفته قبل از این سفر، تدارک برای برنامه‌ریزی موندنش در آمریکا داشت، قرارش با آمریکایی‌ها دقیقاً همونطوری که در برنامه شما اعلام کردید، قول آمریکایی‌ها این بود که مصر میره و از اونجا به آمریکا میاد، حتی در مورد تحصیل فرزندانش در آمریکا با آمریکایی‌ها مذاکره کرده بود، ولی آمریکایی‌ها نظرشون رو عوض میکنن. شاه البته، شاه هم نظرش رو عوض میکنه، یعنی دقیقا همین میخواستم بپرسم، تصمیم گیره که دقیقا میخواستم بپرسم که ببخشید چون فرصت زیاد باقی نمونده، این آخرین سوال هست، میخوام ببینم آیا هیچ وقت پشیمون شد از اینکه ایران رو ترک کرد؟ من فکر میکنم حتما پشیمون شد، برای اینکه فکر میکنم حتما متوجه شد که با خروجش ارتش فرو پاشید و با فروپاشی ارتش امکان بقای حکومت سلطنتی دیگه واقعی نبود. و حالا چون یک کوتاه جواب دهین، یک کوتاه دیگه هم جواب بدین، اگر شما مشاورش بودین در اون زمان و روز 26 دی ماه ممکن بود الان برمیگردید، چه بهش بگید؟ حتما میگفتم از ایران نرو، کما اینکه بسیاری از مشاورین دیگرش هم بهش گفتن. رژیمی که شاه ایجاد کرده بود رکن رکینش خود او بود، ارتش رکنش وجود خود شاه بود، و نمیتونست ارتش بدون فرمانده کل قوا یک پارچه بمونه. دقیقا در اسناد دیده میشه که عمرای ارتش زمانی شروع میکنن برای ویزای خودشون با آمریکا یا انگلیس مذاکره بکنن که خبردار میشن که شاه
برنامه سفر داره و میگن اگه خود شاه داره میره ما چرا بمونیم و چرا خطر کنیم. خیلی هاشون رابطه موندن و بهای گزافی دادن، اعدام شدن. حتما بهتر از من ماجرای قبل انگیز رو میدونم. سپاسگزارم از فرصتی که به ما دادید. عباس میلانی، تاریخ نویس، مورخ و نویسنده کتاب شاه همراه ما. از شما متشکرم. در دومین بخش از مرور مطبوعات روزهای انقلاب 57 امشب نگاهی میکنیم به مطبوعات ایران در روز 26 دی ماه اون سال. روز خروج شاه از ایران چطور در مطبوعات ایران بازتاب پیدا کرد؟ مسعود بهنود به همراه مریم افشنگ روزنامه های 40 سال قبل رو برای ما ورق میزنن. سلام آقای بهنود. 40 سال پیش چنین روز 26 دی ماه روز بسیار مهمی برای انقلابیون بود. شاه رفت. تیتر اطلاعات و کیهان هم همین بود. این تیتر خب برای روزنامه‌نگارا یکی مقدمه و خاطره‌ای داره، یه مؤخره. مقدمه‌اش اونجاست که آقای سالیار، غلامحسین سالیار، روزنامه‌نگار قدیمی و مدیر سردبیر سالهای اطلاعات، آیندگان، روزنامه مردم، ایشون تو این روزای تعطیل که همه روزنامه‌نگارا دور هم می‌چرخیدن و دلشون شور می‌زد برای اینکه دلشون می‌خواست بنویسن، حضور داشته باشن و نداشتن، هی به اونا میگفتش که وقتی در میایم دو حرفه، دو کلمه مقصودش بود. بعد این دو کلمه نمیگفت چیه، فقط میگفت دو کلمه است. تا اینکه رسید به اون روز و وقتی که قطعی شدش که پادشاه میرود، که منتظر بختیار مونده بود که از مجلس رأی اعتماد بگیره، اون وقت این دو حرف به کار رفت و رفتش به چاپخانه، دستور داد که شاه رفت رو بنویسن. 72 بالاترین حروف بود، ولی رازش نکرد، گفت به اندازه عرض روزنامه، مثل همون چیزی که تو روزنامه اطلاعاتی همینطور که الان داره میبینیم روی و این صفحه. ساخته شد و اومد و شهر منتشر شد. اطلاعاتی داره زودتر هم منتشر شد، بنابراین این شادمانی شهری که با این تیتر منتشر شد و تو خیابون راه افتاد، با موتور روی پمپ بنزین تو صفها و اینا اومدش، حتی گفته میشد صداش به توی فرودگاه و پاویون دولت که پادشاه اینا اونجا بودن رسیده بود. روزنامه‌نگارایی که اونجا بودند خیلی با آشفتگی و با محدودیت انتخاب شده بودند. ماها موندیم پشت در و اکثرمون راه ندادند. از رای تلویزیون یک دو نفر، از خبرگزاری پارس یک دو نفر بودند و بقیه به حال در اونجا. شاه از جمله گله کرده بود چون حالا یه روزنامه رو بردن تو و پادشاه دیده بود این شماره‌ای که شما می‌بینید، از اطلاعات، نه هنوز از کیهان، چون کیهان یه ذره دیرتر. ولی کیهان هم در هر صورت دیرتر در اومد ولی درش رفت. اون روزا چند تا چاپ زده میشد که یک چاپ جالب برای من اینه که انگار که روزنامه نگارا و مطبوعات میدونستن که این رفتن برای همیشه خواهد بود و قرار بر اینه که حکومت دست آقای خمینی بیفته. برای اینکه برای گفتن این همه میدونستن یا روزنامه نگارا میدونستن یه ذره احتیاط کنیم، میگم که یکی از چیزایی که محرزه اینه که در فرودگاه فرمانده ستاد ارتش تیمسار قرباقی از شاه خواسته بود که کد رمز همیشگی سفرش رو بده و پادشاه با این لحن تلخی گفته بود دیگه برای چی؟ چیز دیگه هم باز توی روزنامه آیندگان همین تکرارش، حالا یه ذره تیتر خونسردتر، میگه شاه امروز ایران را ترک میکند و باز این وسط هست که آیت الله خمینی نقش پیشوا خواهد داشت. بله، در این زمان روزنامه ها همه آیت الله عظما میگفتن، هنوز یک چیز ثابتی رو به عنوان لقب ایشون پیدا نکرده بودن. از امام خمینی رو تقریبا کیهان و اطلاعات از روز اومدن اطلاعات کیهان شدن امام، ولی آیندگان روزنامه بودش که نه، سر همین آیت الله مون بیشتر روز آیت الله رو هم به کار نبرد. اینطوری که میبینیم الان توی کیهان هم اینجا نخ کرده از آقای خمینی که مارکسیست ها در ابراز عقیده آزادند و انگار که ایشون باید این اجازه رو بدن که اونا ابراز عقیدهشون آزاد باشه یا نباشه. اصلا یه ذره از این که داریم ایرادمون بیشتر کنیم، بگیم که ایشون هیچ وقت به این صراحت این جمله رو نگفتن. همیشه وقتی که این جمله رو میگفت، از جمله چندی بعد به خبرنگار روزنامه کیهان هم گفت، یه شرط میگذاشت، میگفتش که آزادن مشروط بر این که علیه مملکت و اسلام توطئه نکنن. این همون داستانی است که بعداً شرطی بود که به حال محدودیت ایجاد کرد و همه کارهایی که صورت گرفت در 40 سال گذشته شد. اما بذارید همینجا یه چیزی رو بگم. ماها یعنی روزنامه‌نگارای اون موقع، اکثر سنی که در اون موقع اومدن تو روزنامه‌ها، هرگز دوران آزادی رو تجربه نکرده بودیم. یعنی دست کم 15-16 سال بود که مطبوعات اصلا آزادی رو ندیده بودن، همیشه یه سانسوری بود، یه بازبینی بود، گاهی ساواک، گاهی وزارتخونه فلان.
بنابراین تعجبی ندارد که بعد از این مدت وقتی که برخورد کردیم به این فضا بلد نبودیم، مثل شناگرایی بودیم که تو استخر شنا کرده بودیم، تو دریا بلد نبودیم شنا کنیم، به همین جهت اشتباه کردیم، خبرهای موثق نبوده چاپ کردیم، مقالات جهتدار نوشتیم، گزارش‌های جهتدار نوشته شد. به همین جهت هم میشه گفتش که آره بسیاری چیزا تو اون روزا روزنامه‌ها بود که موثق نیست. اما اجازه بدین اینجا بگم بهتون که روزنامه‌ها فقط تیترهای خبری نبودن که بعضیشون درست بود بعضیشون نبود، بلکه مقاله هم داشتن و اتفاقا تو مقاله ها زندگی میکردن. دو روز قبل از این حادثه که میبینید مقاله معروف دکتر رحیمی توی روزنامه آیندگان چاپ شده بود که تو تاریخ مانده است. یادم میاد کیهان در همون روز با مقاله محمد علی نژاد، یک دو روز بعدش با مقاله آقای فرج الله صبا، یادم میاد در آیندگان مقاله آقای سفری بود. به هر حال مقصد این که تک و توک بود. شما به روزنامه آیندگان اشاره کردید، من میخوام به روزنامه آیندگان فردای رفتن شاه اشاره کنم که یادداشتی از شما خوندم به عنوان ما مانده ایم و ایران اینک رو رفته است. سوال این است به جای خودکامه چه بنشانیم؟ پاسخ اندیشه را. حرفای بزرگتر از دهان نفرمایید. ممنون آقای بهنود. صحبت‌های مسعود بهنود و مرور مطبوعات 40 سال پیش رو به همراه مریم افشنگ دیدیم. 12 بهمن ماه بخش دیگری از پوشش ویژه 40 سالگی انقلاب ایران رو میتونید در بی بی سی فارسی ببینید. بذارید به اطلاعتون برسونم که رای گیری درباره کفایت سیاسی ترزا می در پارلمان این کشور انجام شده، در حال شمارش آرا هستند. به محض اینکه ما نتیجه اون رای گیری به دستمون برسه به اطلاعتون میرسونیم. و اما در جریان هست که تیم ملی فوتبال ایران در آخرین بازی مرحله گروهی خود در جام ملت‌های آسیا در دبی با نتیجه 0-0 مقابل عراق متوقف شد، اما با 7 امتیاز از 3 بازی و به دلیل تفاضل گل بهتر به عنوان سرگروه به مرحله بعد صعود کرد. عراق هم با 7 امتیاز به عنوان تیم صعود کرد. پوریا ژافره خبرنگار ما از دبی به ما پیوسته. پوریا، بازی رو دیدی؟ ایران امیدوار بود که پیروز بشه، اما تساوی هم نتیجه خوبیه براش. درسته، مسابقه چنگی به دل نزد. فکر میکنم اتفاقا برخلاف اون چیزی که قول داده شده بود، اون 15038 تماشاگری که به ورزشگاه آل مکتوم اومدن بازنده های بازی بودن، به خاطر اینکه این حداقل برای ایران تنها مسابقه هستش که در این جام ملت‌ها در دبی برگزار میشه، جایی که ایرانی‌های زیادی هستن. انتظار داشتن که تیم ملی بتونه حداقل یه گلی بزنه به عراق، انتقام 4 سال پیشو بگیره، که خب این اتفاق نیفتاد. البته فراموشم نکنیم که عراق هم تیم خوبی هستش و ایرانی‌ها شاید یه مقدار نگران بودن در اون آخر بازی که یک گل اگه می‌خوردن ممکن بود که کار یه مقدار سخت‌تر بشه. مشخصا تیم دوم گروه الان کار سخت‌تری خواهد داشت، به خاطر اینکه باید با برنده اون مسابقه واقعا سیاسی فردای عربستان و قطر روبرو بشه. اما ایران الان شرایطی که درش قرار گرفته این هست که با یکی از تیم‌های سوم گروه‌های B، E و F روبرو خواهد شد. گروه B تیم سومش مشخص تیم فلسطین هست و اگر که از این دو مسابقه تیم‌های ضعیف‌تر فردا، یعنی تیم‌هایی مثل عمان و ترکمنستان و در اون یکی گروه کره شمالی و لبنان، اینا با همدیگه مساوی بشن، ایران ممکنه با فلسطین روبرو بشه. و من بعد اینجا یه حرفی که زده بودم قبلا رو پس بگیرم که ما گفته بودیم که 24 تیم شدن مسابقه ها خوب شده واسه آسیا، ولی ببینیم که ممکنه که یه تیمی مثل فلسطین حتی بدون برد با 2 امتیاز بتونه خودش رو به مرحله بعدی برسونه. نتیجه 0-0، این که گلی اتفاق نیفتاد، تنش‌های زیادی که تو بازی بود، کارت‌های زرد زیاد، برخوردهای زیاد، تقریبا میشه گفت یه مقدار حال همه رو گرفته بود. و تو این مصاحبه مطبوعاتی و بازیکن‌ها که وای می‌سادن هم خیلی جونی نداشتن که بخوان حرفای زیادی بزنن. در صورت ایران رفته به دور بعدی. از سال 92 فکر میکنم که با علی پروین در مسابقه های جام ملت‌های آسیای ژاپن بود، ایران همیشه از گروه خودش صعود کرده و این بار از این قاعده مستثنا نبود. و حالا دیگه فکر میکنم که
مسابقه ها جدی تر خواهد شد. میبینیم که مثلا یه تیمی مثل کره جنوبی با قدرت خیلی زیاد داره میره به سمت قهرمانی و ایران هم جدی تر خواهد گرفت. البته فراموش نکنیم که صحبت‌های شایعاتی که در مورد قرارداد کارلوس کیروش با کولومبیا و اینکه شاید در این روزهای آینده به توافقی برسن هم وجود داره. مثل اینکه چیزی که من شنیدم اینه که کیروش حتی تا پایان تا روز اول فوریه که فینال اینجا برگزار میشه 12 بهمن ماه با فدراسیون فوتبال ایران قرارداد نداره. واقعا کسی نمیدونه که چه اتفاقی پیش رو هست. متشکرم پوریا ژافره خبرنگار ورزشی ما از دبی. نمایندگان مجلس بریتانیا بحث درباره دادن رأی اعتماد به دولت رو آغاز کردند، موضوعی که به درخواست جرمی کوربین رهبر حزب کارگر بررسی میشه. آقای کوربین این درخواست رو دیشب پس از شکست سنگین دولت در تصویب توافقنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مطرح کرد. تصاویر زنده ای داریم از رأی گیری، همین لحظات دیگر واقعا به ثانیه نخواهد کشید که ما از نتیجه مطلع میشیم. بهرنگ تاجدین خبرنگار ما هم از مقابل پارلمان بریتانیا در مرکز لندن همراه ماست. بهرنگ بگذار بشنویم، اول بریم به تصاویر زنده ببینیم نتیجه چه شد. در سمت چپ ۳۰۶ رأی موافق، 325 رأی مخالف، بنابراین رأی مخالف برنده میشه. بله بهرنگ، خانم می در و دولتش در حقیقت رأی اعتماد گرفتن، یعنی رأی عدم اعتماد به اونها رأی نیاورد، درسته؟ دقیقاً. ببین رأی اعتماد به دولت جناحی ترین رأی در نظام سیاسی بریتانیا. صحبت از این نیست که کی نخست وزیر باشه، صحبت از اینه که کدوم حزب دولت رو تشکیل بده و دقیقاً همین از قبل از این که اصلا رأی گیری انجام بشه انتظار میرفت که با توجه به تعداد نمایندگان محافظه‌کار مجلس و تعداد نمایندگان حزب DUP که از دولت حزب محافظه‌کار حمایت میکنه، اینها رو وقتی با مجموع نمایندگان تمام احزاب دیگه که انتظار میرفت به دولت رأی عدم اعتماد بدن، وقتی این دوتا رو با هم مقایسه میکردیم انتظار میرفت که دولت با اختلاف 18 رأی در واقع رأی اعتماد بگیره دوباره، که الان با اختلاف 19 رأی اعتماد گرفت. احتمالاً یه نماینده یا نتونسته خودشو برسونه یا تصمیم گرفته در رأی گیری شرکت نکنه یا یه چیز شبیه به این. البته جزئیاتش یه دقایقی طول میکشه تا بیاد که بدونیم دقیقاً کدوم نماینده به چی رأی دادن، ولی انتظار اتفاق خیلی عجیب غریبی نباید داشته باشین. نکته داستان اینجاست که بعد از شکست سنگین دیشب این الان یک پیروزیه، حالا حتی پیروزی سمبولیک برای دولت ترزا می. دیشب این دولت سنگین ترین شکستش رو خورد و 24 ساعت بسیار پرخبر و پر اتفاقی رو داشت. Prime Minister on a point of order, and the Prime Minister was heard, and she was heard. بله، تصاویر زنده ای میبینید از پارلمان بریتانیا، جایی که دقایقی پیش ترزا می نخست وزیر بریتانیا تونست که در قدرت باقی بمونه و در حقیقت رأی اعتماد بگیره. جرمی کوربین رهبر حزب کارگر که حزب مخالف دولت هست همین حالا در حال صحبت هست. آقای کوربین بود که این طرح رأی عدم اعتماد به خانم می رو مطرح کرد. بهرنگ اگر ارتباطت با ما هنوز برقراره، حالا باید منتظر چه باشیم؟ سوال در واقع اتفاق بعدی دوشنبه میفته، موقعی که ترزا می قراره بیاد اعلام کنه به مجلس که برنامهش حالا که توافقنامه خروج از اتحادیه اروپا رأی نیاورده برنامهش چیه. گفت
خانم می دیروز که در روزهای آینده با یک سری از نمایندگان بلندپایه مجلس و نمایندگان حزب خودش میخواد صحبت کنه. به بعید یعنی حداقل تو صحبتاش حرف از این نبود که بره با رهبر حزب کارگر یا رهبر بقیه احزاب مخالف صحبت کنه، صحبت از نماینده های بلندپایه بود. گفت که میخواد با اینها صحبت کنه، ببینه که چه نوع توافقی ممکنه در مجلس رأی بیاره. ولی مسئله اینه که در حال حاضر به نظر نمیاد که هیچ راه راحتی برای در واقع تصویب یک توافقنامه در مجلس باشه، چون اگه توافقنامه شبیه به همین باشه، یه مقدار بخوان جرح و تعدیلش کنن، با توجه به رأی‌گیری دیشب بعید رأی بیاره. اگه بخوان مثلا با پارامترهای جدیدی، با خطوط قرمز جدیدی، یکی دو تا از خطوط قرمز قبلی رو کنار بذارن که اونم فعلا بعید به نظر میاد، احتیاج به این هست که مهلت بریتانیا برای مذاکره با اتحادیه اروپا تمدید بشه و این رو هم باید بریتانیا بخواد هم اتحادیه اروپا قبول کنه، چون فقط دو ماه و نیم، 72 روز بیشتر تا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باقی نمونده که مهلت کافی برای در واقع مذاکره درباره توافقنامه جدید نیست. ممنونم بهرنگ تاجدین، خبرنگار ما از مقابل پارلمان بریتانیا همراه ما. اگر تازه به برنامه ما پیوستید، ترزا می نخست وزیر بریتانیا تونست که رأی اعتماد بگیره از پارلمان. یاسمین میزر سردبیر نشریه کریتیک و تلگر مسائل بریتانیا از آکسفورد همراه ماست. خانم میزر، انتظار میرفت که این رأی عدم اعتماد به خانم به دولت رأی نیاره، حالا اما گزینه های پیش روی حزب کارگر چه هست؟ حزب کارگر در کنفرانسش در ماه سپتامبر تصمیم گرفته بود که یک روندی رو دنبال بکنه. اولینش این بود که رأی عدم اعتماد بده برای اینکه انتخابات بشه، که فعلا نتونسته در این رابطه موفقیتی به دست بیاره. بعد از اون چند پیشنهاد داشت، یکی از اونها کوشش برای تغییر موضع دولت در اون 6 امتحانی که حزب کارگر برای خروج از اتحادیه اروپا مطرح کرده که یکیش حفظ روابط گمرکی موجوده. اگر نتونه بره برای رفراندوم دوم. مسئله رفراندوم دوم برای حزب کارگر مشکل سازه، چرا که اگرچه اعضای پارلمانی این حزب و شاید اعضای خود حزب موافق ماندن در اتحادیه اروپا باشند، برخی از مناطقی که رأی آورده حزب کارگر مناطقی هستند که روی هم رفته مدافع خروج از اتحادیه اروپا هستند و در نتیجه باید برای رفتن به رأی دوم حساب‌های دیگه‌ای بکنه. علاوه بر این مسئله وجود داره که تضمینی نیست رفراندوم دوم رأیی برای ماندن در اروپا به بار بیاره. یک موضوع مهم اینه که حالا هر کاری تصمیم خانم می بگیره، بهرنگ به یک گزینه هایی که پیش روی خانم می هست یه اشاره گذرایی کرد، اما هر تصمیم خانم می بگیره یک ور دیگه ماجرای اتحادیه اروپا است. فکر میکنید واکنش اونها به این رأی امشب چه بوده؟ فکر میکنم اونها هم انتظار داشتند این رأی به جایی نرسه. حزب کارگر میگه این روند رو ادامه خواهد داد، یعنی این میگه این اولین باری بود که رأی اعتماد رو نگرفته، بازم ادامه میده. ولی من فکر میکنم اگر مطمئن باشن که چاره ای نیست جز پذیرش اون چه در پارلمان انگلیس میگذره، مجبور خواهند شد که طولانی کنند، یعنی یک اکستنشن، یک تمدیدی به 29 مارچ بدن تا بشه قرارداد یا لایحه جدید دوباره بحث بشه. اما از اون طرف ما امروز از اتحادیه اروپا از آقای بارنیه شنیدیم که به هر دلیلی، یعنی بدون اینکه مطمئن بشن خانم می طرحی داره یا بریتانیا طرحی داره برای اینکه بعد اون طرح هم قبول میشه، حاضر نیست تمدید کنه. یعنی برای اتحادیه اروپا هم سخته اینکه ندونه حتی اگر تمدید کنه بعدش چی میشه. کاملا درسته، ولی فراموش نکنید که اینها همه مواضعی است که همه دارن میگیرن برای مذاکره بالاخره ادامه بحث ها، چرا که آقای تاسک چیز دیگه ای میگه. آقای تاسک دیشب مطرح کرد که شاید وقت اون رسیده که اصلا بریتانیا
اعلام پشیمانی کنه در رابطه با خروج از اتحادیه اروپا. آره نکته جالبی گفتید. فکر می‌کنم واقعا چقدر ممکنه که بریتانیا اظهار پشیمانی کنه اینطوری که شما از بنقل از آقای توس گفتید؟ من بعید میدونم، چرا که اون بخشی از بریتانیا که رای داد به خروج از اتحادیه اروپا به نظر نمیاد رایش کاملا عوض شده باشه. ولی این هم هست که هیچ کس در مقطع 2016 پیش بینی نمی کرد که عملی کردن اون رای چه مشکلات بزرگ و کوچیکی خواهد داشت. به این دلیل در عمل فلج شده دولت، حالا ممکنه بگیم راه غلطی رفته، ولی در هر صورت پیداست سیستم در بریتانیا فلج شده برای این خروج و این باید یه راه حل خروجی ازش پیدا بکنه. سپاسگزارم یاسمین میزر، سردبیر نشریه کریتیک و تحلیلگر مسائل بریتانیا همراه با. حسین محبهری بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون درگذشت. آقای محبهری سالها با سرطان غدد لنفاوی دست و پنجه نرم کرد. او در کنار سینما و تئاتر در تولید برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان هم فعال بود. برنامه‌های پربیننده هزار برگ و هزار رنگ، محله بروبیا و محله بهداشت از جمله کارهایش بود. حسین محبهری در سن 67 سالگی در بیمارستان لاله تهران درگذشت. برنامه امشب رو با قسمتی از برنامه مبصر 5 ساله به پایان می‌بریم. شب و روزتون خوش. خوب گوش کن بعد جواب بده مبصر 4 ساله کلاس من. به من بگو بدونم هر آدمی چند تا دونه انگشت توی دستش داره. آقا اجازه هلن نکن، دست و پاهامو گم نکن. جواب بده. آقا اجازه الان میگم دست و پاهامو گم نکن. آقا اجازه جواب میدم، زودتون سریع جواب میدم. هر آدمی تو دستاش 11 تا انگشت داره. هر آدمی تو دستاش 11 تا انگشت داره. آخه چطور همچی چیزی ممکنه مبصر 4 ساله کلاس؟ آقا اجازه جواب میدم، زودتون سریع جواب میدم. 10 و 9 و 8 و 7 و 6، 10 و 9 و 8 و 7 و 6، با 5 نمیشه 11 تا. 10 و 9 و 8 و 7 و 6، با 5 نمیشه 11 تا. 10 و 9 و 8 و 7 و 6، با 5 نمیشه 11 تا. چطور ممکنه بچه ها؟ Yeah.